من خیلی مایلم با آیت الله ها، با روحانیان، با مله ها، با آخوند ها صحبت کنم. صحبت من کمی تلخه، اما چه جای درد که خود مله ها باعث شدن این شرایط پیش بیاد که الان همه مله ها در مدار نفرت بخش وسیعی از مردم قرار گرفتن. مردم شما ها رو نمیخوان، مردم از شما ها متنفرن، و اگر یک روز تلخ و بزنگاه انتخاب مردم باشه، شما رو سالم نمیگذارن، برای اینکه دست شما ها آلوده است به بسیاری از ناهنجاری هایی که توی این جامعه پدید آمده. شما در همه ناهنجاری های این جامعه سهیمی، چه آیت اللهش چه یک طلبه، با پوشیدن این لباس و بعد تن در دادن به ظلم هایی که در این جامعه صورت میپذیره، شما در تک تک جنایت ها، در تک تک هر آنچه که به اسم جمهوری اسلامی بر چهره و روان مردم خراش انداخته، شما سهیمید. روزهای تلخی شما در پیش دارید. نگاه نکنید که حالا مثلا سپاه از شما حمایت میکنه، دستگاه های امنیتی از شما حمایت میکنه. شما حتی اگر هیچ اتفاقی هم نیفته، در مدار نفرت مردم به زیست خودتون ادامه میدید. این یک واقعیت. من محمد نوریزاد فریب ملاها رو خوردم، فریب خمینی رو خوردم، فریب این لباس و عمامه و عبا رو خوردم که بخش وسیعی از عمر پس از انقلابم رو فرش زیر پای ملاها کردم، و مردم هم اینچنی. شماها یه نگاهی به پیش از انقلاب بیاندازید، ملاها، روحانیان، آخوندها، طلبها، آیت اللهها، ببینید از چه احترامی برخوردار بودن. مردم معترض بودن که آخوندها چرا نباید کار کنن، چرا نباید سربازی برن و چرا مفت میخورن. از اینها مکدر بودن، ولی خب چون دستی در ظلمها نداشتن، دستی بر مفاسد نداشتن، مردم یه جایگاه پسندیدهی برای اونها پرداخته بودن. در مساجد، در حسینیه ها، در مناسبت های مختلف اونها رو بر چشم می نهادن. خب با ظهور آقای خمینی و فریب بزرگی که او مردم رو داد و ظلم ها و جنایت هایی که در اون دوره و اکنون داره می افته، مردم رفته رفته احساس کردن و باور کردن که ملاها در جانب لقمه ایستادن و نه در کنار مردم. این یک واقعیته که ملا هیچ نسبتی با درد و داغ جامعه نداره و با علم نسبتی نداره. یک مهماتی، یک فراورده‌هایی به اسم احکام که حالا مثلا موقع غذا خوردن چی کار بکنیم، شلوارمونو کی بپوشیم، چجوری مجامعت کنیم، با کدوم پا وارد مسترا بشیم، متحرات چیان، نجاسات چیان. یعنی ملاها تخصصشون مسئله کردن چیزهایی است که برای مردم مسئله نیست، و همین دلیل هیچ نسبتی با درد و داغ مردم ندارن. مثلا اگر یک سنگ گنده ای افتاده باشه وسط یک راه از کوه قلتیده باشه و یک جمعیتی در اطراف این سنگ آستین بالا میزنن که این سنگ رو جا به جا بکنن، ملاها آخرین کسانی هستن که آستین بالا میزنن یا اصلا وارد نمیشن، وای میستن کنار، میگن ما یا علی میگیم شماها این سنگ رو جا به جا بکنید. این سنگ منظورم مشکلات جامعه است، نگرانی ها و اضطراب هایی است که مردم به او دچارن. اکنون بعد از 42 سال که ملاها ارتزاق کردن از ظلم هایی که حاکمان روحانی بر این سرزمین باریدند، رسیده جامعه به جایی که دیگه آخوند نمیخواد، ملا نمیخواد. نگاه نکنید به این دور و بر که شما رو در هر کجا تزریق کردن، استخدام کردن به زور. یعنی دختران ما، زنان ما، اونهایی که فقیرن به تن فروشی میرن و شماها نماز میخونید در یک اداره، با ماشین شما رو میبرن میارن.
یا در فلان وزارتخانه شما استخدام میشید، در خارج این ور اون ور. آقا در کشدارگاه یه شغل مسخره ای به اسم ذبح شرعی ملا ایستاده بسم الله میگه و بعد سر میبرن و بعد حقوق آن شنانی. خیلی مسخره است. ملا هیچ کاری تو این جامعه نداره، گرچه میتونست محترم باشه مثل بسیاری از روحانیان در همه مذاهب که در یه جایگاه درست و منطقی بیسته، مثلا بر در مسجد بر منبر و مردم رو توصیه های اخلاقی بکنه، موعظه بکنه، در قبرستان ها زیارت اهل قبور بخونه، اگر سواد داره در دانشگاه تدریس بکنه، ولی فراتر از این نه، مردم هیچ نیازی به آموزه های ملاها ندارن. احکام اساساً، این رو صمیمانه براتون میگم، خوب به این نکته ای که میگم دقت کنید، با احکام اگر به جهان بنگریم چیزی عاید ما نمیشه. احکام یعنی دانشی که اصلا من عذر میخوام از مقام دانش، از فراورده هایی که ملاها در حوزه ها آموختن، به هیچ وجه نمیشه هیچ کجا رو اداره کرد، هیچ کجا رو، چه برسه به یک کشور. من معتقدم که احکام در نسبت با جامع الاطراف بودن علوم در هر شکلش، از فیزیک گرفته ریاضیات، شیمی، علوم انسانی و همه علومی که در دانشگاه ها تدریس میشه و مردم گرایش عقلانی به اونها دارن، دانشجویان گرایش درست و منطقی با اونها دارن، یک روزن کوچکه. یعنی احکام و فقه، تمامی فقه با اون ادواتفاری که در آوردن به اسم فقه پویا، یک سوراخ کوچکی است که انگار جمعیتی از آیت الله ها و ملاها از پس اون سوراخ کوچک به جهان می نگرن. و من صمیمانه میگم همه آیت الله ها، همه ملاها، همه طلبه ها دو تا قیف زدن بر چشمانشون و از سوراخ تنگ قیف به جامعه اطراف، به عالم، به هستی نگاه میکنن. خب یک طلبه، یک روحانی، یک آیت الله اصلا از دریچه تنگ اون قیف کجای جامعه رو میتونه ببینه؟ و همین دلیلی که اونها وقتی به حجاب برمیخورن بدنشون کهیر میزنه، احساس میکنن که هستی به ارتعاش در آمده وقتی یک بانو بی حجابه. خب الان کشورهای غربی حجاب ندارن، همسایگان ما به حجاب اینچونین که شماها باور دارید باور ندارن و اموراتشون بسیار پسندیده است. اما اینا مقدمی بود برای گفتن این که شماها چه بخواید چه نخواید، به خاطر عمل کردتون، به خاطر این که در انتخاب میان مردم و حکومت در کنار حکومت ایستادید تا بهره‌مند بشید از پولهای مفت، اینه که در بستری از نفرت قرار گرفتید. مردم از شما متنفرن، مردم شما رو دوست ندارن، هیچ احترامی برای شما قائل نیستن. این مردمی که میگم بدنه جامعه است. نگاه نکنید چهار تا بسیجی شما رو میبرن، شما براشون روزه میخونید، شما نماز میخونید، از شماها میپرسن آقا فلان مسئله چی میشه چی نمیشه. فقه اساسا کمترین نسبت رو با زندگی مردم داره. به همین دلیل آقای خمینی که مثلا گنده شماها بود اصلا مردم رو نمیشناخت، جامعه رو نمیشناخت، تعامل با جهان رو نمیشناخت. او رفت فرانسه و دید که فرانسه با بهره‌مندی از آزادی بیان، با بهره‌مندی از فراورده‌های انسانی که طی قرن‌ها به دست آمده بود، چه جامعه آراسته است که برای او تریبون پرداخت که بتونه مثلا علیه شاه سخن پراکنی بکنه. ولی وقتی آمد به دریچه قیف خودش پناه برد و از همون دریچه به جامعه اطرافش نگاه کرد، آقای خمینی میتونست نشون بده که یک گاندی در ایران پای به عرصه ظهور نهاده، اما چون ملا بود به هیچ وجه نتونست به مراتبی از مراتب گاندی بودن برسه. یعنی نمیتونست، اگر هم میخواست اون لباس